بسم الله الرحمن الرحیم. ستوده باد خدایی که میبخشد بیدریق و دوست میدارد بیچشم داشت، خدایی که دانه را میشکافد و لبخند سبز و روشن جوانه را بر چهره عبوس و تیره خاک مینشاند، خدایی که از دانه نهاد میسازد، نهاد را درخت میکند، درخت را غرق شکوفه. ستوده با نگاهی که در دانه درخت میبینند و در قطره دریا. سلام پرنده ها، سلام گنجشک ها، پروانه ها، کبوتر ها، سلام شمایی که در عشق پرواز میکنید، در عشق پرواز میکنید، در عشق اوج میگیرید و در عشق میمیرید. پر پروازتان خسته و ملول مباد. ژان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی، میگه انسان تنها حیوانیه که ماهیت خودش رو خودش تعیین میکنه. یعنی انسان تنها حیوانیه که خودش رو تعریف میکنه که من چی باشم. موجودات دیگه، حیوانات دیگه اینطوری نیستن. اونا یه ماهیت بسته دارن، یه تعریف کاملا فیکس و از ابتدا مشخص که چی باشن یا کی باشن. اما انسان تنها موجودیه که میتونه تصمیم بگیره چی باشه و کی باشه. خاطر همین سارت میگه انسان تو این زمینه محکوم به آزادیه، یعنی مجبور به آزادیه. این آزادی جبریه که آدم نمیتونه از اون فرار کنه. یعنی ما همواره بر سر دوراهی انتخاب قرار میگیریم و باید انتخاب کنیم. همیشه همینطوره برای همه چیز، حتی برای کوچکترین واکنش ها و رفتار هامون ما بر سر دوراهی قرار میگیریم. این گونه واکنش نشون بدیم یا آن گونه. برای مثال سعدی علیه الرحمه معشوقی داشت، معشوق او سر ناسازگاری میذاشت گاهی با او، ناراحت میشد، یه چیزایی به سعدی میگفت و گاهی کار به دشنام دادن اون معشوق میکشید. سعدی در پاسخ به این رفتارهای خصمانه معشوق روز بهش گفت دشنام همی دهی به سعدی، من با دو لب تو کار دارم. میگه تو مشغول دشنام دادن به سعدی هستی و من سعدی غرق در واقع اون لبها هستم و خوشحالم که می جنبند.
و منم دارم تماشاشون میکنم. دشنام همی دهی به سعدی، من با تو لب تو کار دارم. یعنی هر بهانه‌ای برای من پیدا میشه که من تو رو تماشا کنم، تو رو ببینم، برای من بهانه خوبیه، حتی اگر این بهانه دشنام دادن تو به من باشه. من کاری با هیچ چیز دیگه ندارم. شما توی یه جمله ببینید چقدر معنا و احساس گنجانده سعدی. بی خود نیست به سعدی میگن استاد سخن. تو یه جمله این همه احساس قشنگ و لطیف رو گنجونده. خلاصه ما همواره بر سر دوراهی انتخابیم، حتی زمانی که پای رفتارهای کوچیکمون، واکنش های کوچیکمون به میون میاد، اونجا هم ما بر سر دوراهی انتخابیم که باید انتخاب کنیم، چون چاره جز این انتخاب یا این آزادی نداریم. و هر طرف رو که انتخاب کنیم خود رو گزینش کردیم، نحوه بودن خود رو گزینش کردیم، تصمیم گرفتیم چی باشیم. هر طرف. رابرت فراست یه شعری داره که خیلی مشهوره، خیلی پیرامون شعر او سخن گفتن و اون رو تفسیر کردن. در جنگل بر سر دوراهی، این شعر کوتاه درباره یه جوان سوارکاره که میرسه بر سر دوراهی. یه راه این طرف میره ختم میشه به یه شهری، یه راه این طرف میره ختم میشه به یه شهر دیگه. این میدونه اگر بره پرپرز به این شهر دیگه موقعیم اونجا میشه. بالاخره ارتباطاتی برقرار میکنه، شغل اختیار میکنه، و چیزهای دیگه. اگه این راه رو انتخاب کنه بره به این شهر، با آدم های دیگه ای آشنا میشه، ممکنه کار دیگه ای رو پی بگیره و چیزهای دیگه. اینجا مونده، میگه من وقتی برم به این شهر یه آدم خاصی میشم، تو اون شهر یه آدم خاص دیگه. این آدم با اون آدم فرق میکنه و اون مونده که کدوم آدم باشه، این آدم یا اون آدم. سارت به این معنا میگه ما ماهیت خود رو انتخاب میکنیم و من با سارت موافقم. ما این که انتخاب میکنیم چی باشیم. اون چی بودن همون قصه ای که ما در باره خودمون نقل میکنیم، اون ماهیت ماست و ما این که میتونیم حق و اصلاحش کنیم، پاکش کنیم. قصه تازه ای نقل کنیم. قصه ها قصه هم و همه قصه ها درباره واقعیتی هست که این واقعیت شناختنی نیست جز وقتی که به صورت قصه نقل میشه، وقت شناختنی میشه. ولی قصه ها قصه هست و خود واقعیت شناختنی نیست، ولی درباره واقعیت ما میتونیم قصه های متفاوتی رو نقل کنیم. اون چه ما هستیم یا میتونیم باشیم هم یه قصه است. منتها 99.9% آدم ها
قصه ای رو پذیرفتن که محیط براشون نقل کرده. گفتم ما همونیم، اگه میشه ما جز اون باشیم، آره همونیم دیگه. یعنی محیط تعریفشون کرده، شرایط اونا رو تعریف کرده، تربیت اونا رو تعریف کرده. و اینا فکر میکنن که همون تعریفند. دوستی که امروز در کلاس هم هست صبح اومده بود اینجا پیش من برای مشاوره خصوصی، میگفت خب من ناملایمات زیادی تو زندگی دیدم از طرف خانواده، خصوص پدر، درگیر اونم و چند سالی هم هست درگیر روانپزشک و غیر هستم و قرص و فلان. و بعد یکی از روانپزشکان ایشون رو معرفی کرده بود اینجا و گفته بود شاید مسیح ورزگر بتونه به تو کمک کنه. و من هم طبق شیوه همیشه خودم با ایشون صحبت کردم. شیوه من پاک کردن مسئله است، حل مسئله نیست. معتقدم اکثر مسئله های پیچیده ما اصلا در خور حل کردن نیستن. طبق معمول مسئله هایشون هم پاک کردم گذاشتم کنار. اصلا کلن من حالا این تعبیر رو من به کار میبرم، ایشون به کار نبرد، گشتالت وجودم عوض شد، ساختارم عوض شد، یه چیز دیگه شد زمینه. تا یکی از گیرهاش امنیت بود که خب یه زندگی امنی داشته باشم، بودم نه، زندگی ذاتا ناامنه و خطرناکه و برای همه اینطوریه. یا نمیشه پیشبینی کرد، همین ویروس کرونایی که اومده قابل پیش بینی بود؟ نه، از این بدترش هم ممکنه تو راه باشه، اونم نه یکی، ده تا، نه ده تا، صد تا بدتر، یکی از یکی بدتر ممکنه. بهش گفتم همونطور که گفتن سوم مرداد یه ستاره دنباله دار قرار از کنار کره زمین بگذره، احتمالش هست که تغییر مسیر بده بخوره به کره زمین. گفتم تفاوت من با تو اینه که تو میدوی میری تو زیر زمین، من یه لیوان چای کمرنگ میریزم دو تا قند برمیدارم میرم تو تراس، چون یه بار بیشتر نمیشه این حادثه رو تجربه کرد. من دوست دارم ببینمش، گرچه نتیجه برای هر دوی ما یکیه، منتها واکنش ما یکی نیست. بعد گفتم این ناملایماتی که تو میگی منم داشتم، شاید هزار برابر بیشتر، هزار برابر بیشتر، منتها من بختیار بودم تو 15-16 سالگی برخوردم به یک دوست، محمد شفیخانی، برخوردم به او، او گشتالت وجود من عوض کرد. یعنی بودنش ها حرف زیاد نمیزد، نحوه بودنش، اون تبسمش که اصلا نمیشه توصیفش کرد، تبسمی که هیچ وقت تو هیچ شرایطی مخدوش نمیشد، همیشه بدترین خبرها رو هم که بهش میدادی تبسمش سر جاش بود. حضور او تو زندگی من یاد داد که بله این ناملایمات که احساسات منفی در من برانگیختن از همه طرف، پدر، مادر، اقوام، خیشان، مردم، اجتماع، وضع معیشت، غیر و غیره، این احساسات
از جنس انرژی هم مثل سیل میمونند. کار تو الان اینه که رفتی سراغ خود سیل، داری با سیل میجنگی. تو سیل هزار یک چیز هست که میاد میخوره به تو، دامونت میکنه، بیفایده است. اما یه کار دیگه هم میتونی بکنی، اون اینه که با حضور و هوشیاری نسبت به این عواطف و احساسات، نسبت به اون رویدادها که هیچ کدوم دست تو نبوده، یه سد ببندی جلوی سیل، چند تا توربین کار بذاری، برق بگیری. این چیزایی که تو میگی من هزار برابر بیشتر رو تجربه کردم، هزار برابر بیشتر از تو احساسات منفی من برانگیخته شده، اما دیدم همه اون احساسات از جنس انرژی هم من میتونم از اون انرژی استفاده کنم، استفاده میکنم، اونقدر باهوش هستم که ازش استفاده کنم. من عهدی بستم با زندگی. اون عهد چیه؟ اینکه یه ماهی لیز باشم تو دست زندگی. فشارم داد با سرعت هرچی بیشتر فشار به زندگی منو با سرعت بیشتری میجهم بیرون. عهد بستم که تو چنگ شرایطم له نشم، چون چندین سال از زندگیم که جهالت گذشت چیزی نمیدونستم. و چند سال مگه زنده ام من؟ اونم اگر بخوام مقبون شرایطم بشم، مقبون گذشتم، مقبون تجربه هام، مقبون رفتار دیگران، دیگه از دست رفته. دنبال امنیتم نیستم، کمون که به این دوستم گفتم که تو برفرض 50 سالته، حتی اکثر 20 سال دیگه زنده ای با این شرایطی که میبینیم، اگر بمونی 20 سال دیگه زنده ای. 20 سال دیگه تو تا ابدیت میلیاردها میلیارد سال امنیت خواهی داشت. وقتی آدم میذارن تو گور دیگه هیچ خطری آدم تهدید نمیکنه، هیچی نیست. همین 20 سال چیزی نیستش که آدم این 20 سال تو میخوایی در امنیت سپری کنی. نه، بزن بر سفرندان هرچه باد آباد. سارت میگه ما انتخاب میکنیم خودمون رو، خودمون رو منظور همین قصه‌مون رو، یعنی همین چیزی که فکر میکنیم هستیم رو دیگه. بالاخره یه قصه است و میتونیم این قصه رو هر طور دلمون میخواد نقل کنیم. و اگر این قصه رو ما خودمون نقل نکنیم، برامون نقل میکنن، اونو یه جوری نقل میکنن که دلپذیر نیست برای ما دیگه، دلازاره. به همین خاطر ما از اون چه هستیم یا گمان میکنیم هستیم هیچ وقت خرسند نیستیم. همیشه میخواییم یه کسی دیگه ای باشیم، یه چیز دیگه ای باشیم، اونی نباشیم که الان هستیم. ما از خودمون خرسند نیستیم، راضی نیستیم. چرا ما از خودمون راضی نیستیم؟ چون قصه رو خودمون نقل نکردیم اونطور که دوست داریم. قصه رو دیگران نقل کردن، مثل اسمی که برای ما انتخاب میکنن خوشمون نمیاد. یکی از همین نویسنده ها مترجم ها نام خانوادگیش بیچاره بود. بیچاره هم نگه داشته بود دیگه، چون مشهور شد به بیچاره رو کتاب بود، مثلا اسقر بیچاره دیگه همون بیچاره مونده بود. خب برای این نام خانوادگی رو حد از کن. مثل همیه دوست نداری، حد از کن.
به همین سادگی وقت میبینی همه تو رو به نام جدیدت صدا میزنن، دوست نداری عوض کن. قصه رو دوست نداری، با خودت کلنجار نرو، با خودت نجنگ، قصه رو عوض کن، قصه دیگه ای نقل کن، پرشور، جذاب، پرهیجان، پرماجرا، شنیدنی و دیدنی. توی قصه دیدنی هستی، داری نقل میشی، چه بخوای چه نخوای. اگر تو خودت هوشیارانه حضور نیابی در نقل این قصه، قصه رو نقل میکنن. و به همین دلیل که اکثر این قصه هایی که ما میبینیم، قصه هایی که دارن نقل میشن، جذاب نیستن، تکراری هن، ملال آورن، چون همه شبیه همن. مثل این دخترهای تینیج امروزی، مثل هم سلام میدن، مامان مامان مامان، همش مثل همن. مگه میشه آخه تون صدای همه یه جور باشه؟ خب بگو سلام، سلام و زهر ما. همه قصه آرزوها همه شبیه هم، همه میخوام پولدار بشم، میلیونر، میلیونر، برو کلاس چگونه میلیونر شویم در یک ماه، بودو بیا، بیا که آتیش زدن به مالم، استاد فلانی آتیش زده مالش، بیا جای دیگه کلاس دورش شیش ماهی دارن، من یک ماه، بیا بیا ببر، بودو 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 بودو، همه میرن دانیم پولدار نشدن. استاد ما پولدار نشدیم، تو اونطور که من گفتم کار نکردی. استاد به خدا همه رو رعایت، نه نه، قانون جذب، فرکانس، فرکانس تو منفی بوده، ته 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 دلت باور نداشتی که میتونی، آه اونجا بوده. بس میگه استاد ما رفتیم. یعنی حکیمی بود تو روستا، این طبابت، طبابت سنتی از پدر جدشون هم اینطوری منتقل شده بود به این بچه ها، تا رسیده بود به این. این طبیب یه روز فرزند خودش رو فرا خوند، گفت من دیگه دارم میمیرم، ما یه شغلی داریم، نون و آب دار، اصلا سرمایه نمیخواد، کار نمیخواد، یک سر پذیرایی از ما، یک سر ضیافت مرغ و خروس و بوقلمون، تخم مرغ و کره و پنیر گندم برنج، همه چیزه، نونه، میپزم میارم برام. یه شغلی داریم، نون آبدار، هیچی نمیخواد، نه کار میخواد نه سرمایه، بخور و بخواب. این نباید از این خانواده بره بیرون. بنابراین بعد از من تو باید حکیم باشی باشی. گفت من که اصلا هیچی سر در نمیارم. گفت مگه من در می آوردم؟ پدر من هم در نمی آورد. دیگه حالا اونا ده بوده دیگه، آکسفورد که نرفتن پزشکی بکنن، یا فارغ التحصیل هاروارد که نبودن، همین داری علکی. یکی سرطان ریه داشته، نمیدونسته، قدیم هم سرطان میگرفتن، میرفته میگفته پشکل اولاغ دود کنید خوب میشه، بعد میمورد، میگفتن ولی یه چیزی بوده قاطی اون، من گفتم که به اولاغتون مثلا یونجه بدید بخوره، و فقط یونجه بخوره، اون نه یه چیز دیگه هم خورده. بعد میگه که من که از طبابت و اینا سر در نمیارم. میگه منم در نمی آوردم، بابام در نمی آورد، بابای بابام در نمی آورد. خب اگر من برم و اون مریض
بمیره من چیکار کنم؟ نتونم خوبش کنم یا خوب نشه. من که نمیتونم خوبش کنم، خوب نشه. گفت این فن داره. گفت تو برو ببین این همه آدم بیمار، همین کسانی که کرونا گرفتن، لحظه هم نرن بیمارستان، هیچ دارو هم مصرف نکنن، یه تعدادشون میمونن دیگه، یه تعداد هم میمیرن، اصلا هیچ کاری نکنن، خب اکثریتشون میمونن، اصلا مراجعه نکنن. منطقه اگر بگن یه نفر هست که اون یه نگاه میکنه تو چشمای تو، کرونا میپره بیرون از وجود تو، و از این 100 نفری که کرونا گرفتن بالاخره 75 نفرش 85 نفرشون میمونن، اونا میگن این نگاه کرد به ما، ما خوب شدیم. 15 نفر بالاخره، 5 نفر، 10 نفر میمیرن. اون حکیم باشی اینو میدونست، گفته برو همینطوری یه چیزی تجویز کن، مثلا به یکی بگو به این انجیر خیسانده در مثلا چای مانده سرد شده بدید، علکی بگو یه چیزی، او نمیدونم ادرار خروس بدید. آقا ادرار خروس ما از کجا بیرون؟ بگو تو به یکی دیگه یه چیز دیگه بود، به هم بگو، تجویز کن. بعد بوغلمون و یا مرغ و یا تخم مرغ و نون و این چیز هم که میدن، پنیر و کره محلی و این هم برم وردار بیار، زندگی خوبی هم خواهی داشت. باشه، پدر مرد، حکیم باشه مرد، اینجا شدیده. خلاصه همینطور توابط میکرد تا اینکه یه روز جایی رفت و چیزی تجویز کرد و اومد. فردا سپیده هنوز سر نزده بود که پسرای گردن کلفته اون بیمار ریختن سر این، اومد در زدن، تو چی تجویز کردی به پدر ما؟ خورد اینطوری شد. بعد اون حکیم باشی گفته بود که تو این مواقع چی کار کن. این بلند شده بود نعلینش رو پا کرده بود و بودو بودو رفته بود سر اون متوفا و نگاه کرده بود. به اطراف این مریض چیزی پیدا کنه، چون حکیم باشی پدرش گفته بود که نگاه کن، برو خونهشون نگاه کن، ببین چی پیدا میکنی، ببین اونو خورده مرده، اگر مرد ای نگاه کرده چی ندید، ای نگاه کرده چی ندید، ای نگاه کرد، هرچی که چیزی پیدا نکرد که بگی که مریض اینو خورده مرده. بعد نگاه پنجره چشمش افتاد یه اولاقی تو حیات، خری تو حیات بسته شده، بگو مریض خر خورده مرده. حالا استادان همینو میگن، به شتابید چگونه در عرض یک هفته میلیونر شدید. خب شما میشتابید یک هفته، معلومه میلیونر نمیشید. اعتراض میکنید چرا میلیونر نشدید، میگید که بالاخره شما یه جای کارتون اشتباه بوده، ته دلتون یه چیزی بوده. شما میگید نه نبوده، میگید نه من خبر دارم، برو خوب بگرد. شما میرید میگردید بالاخره یه چیزی پیدا میکنید ته دلتون، میگید همین بوده. آره، یعنی حق میدید به اون استاده. بعد اون استاد به این شکل میلیونر میشه، شما هیچی به هیچی پولدار میشید، بی پولتر میشید دیگه، بالاخره یه شهریه چند میلیونی هم باید بدید. اونی که میبینید اونطوری داره ماشین بنز سوار میشه میره میاد، اینطوری در آورده، یعنی از جیب شما بیرون آورده، اصلا هم این کاره ای که به شما میگر نکرده، فرکانس بفرستید، انرژی بفرستید، انرژی هم فرکانس با انرژی عالم بره بیاد، خودش این کار رو نکرده اصلا. شما اگه واقعا میخواید پولدار بشید باید اون کاری رو کنید که اون داره میکنه، ببینید اون چی کار میکنه، همون کار رو باید بکنید. اون داره حرف میزنه،
اون حرف میزنه، یعنی میتونه حرف بزنه، شما نمیتونید. شما در حضور جمع نمیتونید حرف بزنید، اون فقط در حضور جمع میتونه حرف بزنه، کار دیگه نمی کنه. به هر حال ما انتخاب میکنیم که کی باشیم، یعنی قصه‌مون رو میتونیم خودمون نقل کنیم، اما به هر حال این قصه باید نقل بشه. این قصه هم توی روندی نقل میشه، اینطوری نیست که یک باره نقل بشه و تموم شه. آخرین صفحش ممکنه همون آخرین روز زندگی ما باشه، ورق بخوره تموم شه اونجا، ولی تا اونجا هم توی ادامه داره. یعنی تا اونجا ما مدام بر سر دوراهی انتخابیم که چیکار کنیم. زندگی ما مثل بازی مار و پله است. من این بازی رو دوست دارم، هنوز که هنوزه بازی میکنم، مار و پله. تاس میریزید و یه عددی میاد توی این خونه ها حرکت میکنید، میرید بالا، یه جایی میرسید به پایینه یه نردبون، یه هم میبینید اه 20 خونه رفتید بالا، میرید بالا، اونجا تاس میریزید، سه تا میاد، سه تا جا به جا میکنید، یه نیش مار اونجا هست، نیش بخورید، میرید پایین. گاهی رفتید تا خونه 99، اونجا نیش خوردید، اومدید دوباره تو خونه 0. زندگی ما مثل همین بازی مار و پله است. ممکنه یا قرار بگیریم پای نردبون بریم بالا، ممکنه یا نیش بخوریم. بله، وقتی شما تاس میریزید اینطور نیست که یک نیروی غیبی، امداد غیبی تاس شما رو بچرخونه و بیاره مثلا 3 و 4، 7، 7 خونه، برو بالا، میرسی به پای یه پله‌ای که تو رو میبره تا خونه 99 مثلا. نه، بله، خود این بازی هیجان انگیزه، خود بازی زندگی. اگر ما بفهمیم که این ماییم که رقم میزنیم خودمون رو، زندگیمون رو و کیفیت زندگیمون رو، حوادث رو نه، اینکه چه عددی بیاد وقتی تاس میریزیم دست ما نیست، ولی اینکه این حرکت چه احساسی داشته باشیم دست ماست. اینکه کل بازی رو در نظر بگیریم و هیجانش رو، کل زندگی رو در نظر بگیریم و هیجان زندگی کردن رو، صرف نظر از اینکه حالا سخت این زندگی یا آسونه، مهم نیست. مهم اینه که من دارم زندگی میکنم و این زندگی، یعنی کیفیتش در اختیار منه. من دارم این قصه رو نقل میکنم، قصه هم که هنوز تموم نشده، بازی ادامه داره. تو میتونی تا آخرین روز حیات تاس بریزی، یعنی این فرصت رو داری، چون تا آخرین روز زندگی تو بر سر دوراهی قرار میگیری که چیکار کنی. اغلب آدم ها وقتی بر سر این دوراهی قرار میگیرن، چون حضور ندارن، هوشیار نیستن، به خاطر ترسی که شرطی شدگی هاشون به جون اونا میندازه، مسیر غلط رو در پیش میگیرن. با اینکه میدونن مسیر درست کدومه، میرن اون طرف. اکثر آدم ها اینطوری هست، ولی اونایی که هوشیارن میگن نه، بذار من ببینم دلم چی میگه، راه دلم میرم و تبعاتش رو هم میپذیرم. اونا راه دلشون رو میرن و هر چه در اون راه پیش آمد خوش آمد. اونا دیگه ایندیانا جونزن،
میرن سراغ اون الماسه، بعد تو مسیرشون با هزار و یک حادثه هم روبرو میشن، توقع هم ندارن که با حوادث دشواری این چنینی روبرو نشن. این زندگیه، that's life. میرن وقتی من متوجه شدم که این منم که این قصه رو نقل میکنم و اگر من قصه‌مو نقل نکنم این قصه نقل میشه، و وقتی متوجه شدم که من ناخودآگاه تحت تأثیر ترس‌های القایی خودم هستم، ترس‌هایی که جامعه به من القا کرده، اینو فهمیدم. وقتی فهمیدم که من همواره باید با دل خودم مشورت کنم و ببینم دلم چی میگه، بعد پی بگیرم راه دلم رو، بهاش رو هم بپردازم، و مهم نیست که بهاش سنگین یا سبک، ما تازه شروع میکنیم به نوشتن این قصه. قصه قدیمی رو، قصه کهنه رو، قصه ملال‌آور رو میذاریم کنار، شروع میکنیم به نوشتن قصه، یعنی ابراز وجود. حالا دیگه ما اومدیم تو صحنه و میخواییم زندگی رو بازی کنیم اونطور که دلمون میخواد تو صحنه. یعنی در جا ما سناریوی زندگیمون رو مینویسیم، بازیش هم میکنیم بدون ترس، بدون خجالت، چون میدونیم زندگی خیلی کوتاهه، یک بار است، تکرار ناپذیره، بنابراین برای چی هدر بشه؟ زندگی من مال خود منه. حالا یعنی یه صفحه سفید جلوی منه، میگن هر چه خواستی بنویس، منتها تو همون چیزی هستی که مینویسی، بنویس ولی تو همونی، این صفحه خالیه. اینجاست که به تعبیر اگزیستانسیالیست ها دلهوره وجودی ما رو فرا میگیره. من دست خودمم، من خودم رو انتخاب میکنم. سخته، یعنی پذیرش مسئولیت انتخاب خود سخته، به خاطر همینه که ما این مسئولیت رو میندازیم رو دوش دیگران، جامعه، شرایط و غیره، میگیم شما به جای ما تصمیم بگیرید، شما ما رو تعریف کنید، شما بگید ما کی هستیم. دلهور آوره آدم اگر با یه صفحه سفید مواجه بشه و بگن حالا دیگه خودت رو بنویس یا خودت رو بازگو کن، ابراز کن، رپرزنت کن. رپرزنت همین چیزیه که ما میخواییم تو این دوره تو سخنرانی انجام بدیم، میخواییم خود رو رپرزنت کنیم. میگن رپرزنتیشن، نمایندگی، خود رو نشون بدیم و ما اون چیزی هستیم که دیده میشه. حالا نه اینکه ما اون نظر مردمیم، نه، ما اون چیزی هستیم که حالا دیده میشه. فرض کنید یکی میگه من بدبختم. خب این احساس بدبختی مبتنیه بر فکرهایی که تو سر اون حک شدن، یه احساسه و همه معلول شرایطه. من بدبختم، اون بدبخت دیده میشه، یعنی واقعا بدبخته، چون ما چیزی جز احساسمون نیستیم که. اگه شما احساس کنید خوشبختید دیگه، احساس میکنید خوشبختید دیگه، حالا که بیاد شما ثابت کنید که نه شما بدبختید، شما میگید برای چی؟ میگید مثلا اون میگه به خاطر اینکه مثلا فرض کنید شال جاریتون اینطوریه، شال شما اینطوریه، یا مثلا با جنابتون گوشلوارش مال هروته
لندن مالی شما مالی مثلا یافتواره مثلا. نه، وقتی شما یه دستگونی هم تنتون باشه که مال کار تو مال کارخونی آرد یافتواد باشه، احساس خوشبختی داشته باشید، احساس خوشبختی دارید دیگه. احساس دیگه، احساس که راست و دروغ نیست. بنابراین بله، اگر احساس کردی بدبختی واقعا هستی، چون بدبختی چیزی جز احساس بدبختی نیست و تو هم احساس بدبختی داری. احساس کردی خوشبختی، واقعا خوشبختی. حالا یه همه عالم کم بشن ثابت کنن تو، بخوام ثابت کنن تو خوشبخت نیستی، بدبختی، تو میگی علارغم همه حرفایی که شما زدید من احساس میکنم خوشبختم. اون احساس مهمه. خب شما میاید توی این صحنه، حالا دیگه تو صحنه بازی زندگیتون هستید دیگه، میخواید ابراز کنید خود رو. مهمترین شکل ابراز هم ابراز شفاهی. البته شما با کل وجودتون مدام دارید حرف میزنید، این زبانه. ویتگنشتاین میگه ما فقط اینطوری نیست که با این زبان صحبت کنیم، ما با حالات بدنمون حرف میزنیم. و همیچه پدری میاد خونه یه نگاه به فرزندش میندازه اینطوری میری اونور، خود حرف زده با فرزندش، چی گفته به اون؟ اینکه چیزی نگفت، نه، به او گفت چرا درس نمیخونی، فردا امتحان داری. و اون بچه هم اینو گرفت، یعنی شنید، فوری بلند شد رفت کتاب و دفترش آورد، یعنی شنید. ما داریم خود رو ابراز میکنیم حتی وقتی که سکوت میکنیم. امروز تو دیکشنری یه واژه‌ای دیدم خیلی جالب بود برام. کانورسیشن یعنی گفتگو. نورسیشن یعنی میگه فرض کنید پارتنرایی که ممکنه یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، پنج ساعت کنار هم باشن ولی اصلا با هم حرف نزنن. اونا دارن کانورسیشن، بعضی ها که حرف میزنن کانورسیشن دارن. We have conversation. کانورسیشن دارن. اونا که حرف نمیزنن چند ساعت کنار هم میگن نورسیشن. این واژه رو ساختن. نورسیشن. مثل ناکجا آباد میگن. ما داریم حرف میزنیم. بهترین شکل ابراز خود، بهترین شکل نقل این قصه شفاهیه. مولانا چند قرن پیش مرده ولی ما مولانا رو میشناسیم، از روز همون مطالب شفاهی که بیان کرده میشناسیمش. خیلی های دیگه بودن که نداشتن این نقل شفاهی قصه شون رو، ما اصلا نمیدونیم اینا بودن، انگار نبودن، اصلا اسمی هم نیست ازشون، ولی مولانا مونده چون حضورش رو در تو زندگی شفاهن ابراز کرده، حرف زده. چرا ما حرف میزنیم؟ چرا سکوت میکنیم؟ چون میترسیم یا خجالت میکشیم. دو احساسی که محیط به ما القا کرده،
هم ترس و محیط القا کرده، هم خجالت کشیدن رو محیط به ما القا کرده. شما دیگه تو عالم خجالتی تر از من بدبخت پیدا نمی کنید، ترسوتر از من خودم. این دو چیز که تو من خیلی شدیده همینه، ترس و خجالت. من هم ترسو هم آدم خجالتی، هر دو احساس رو هم محیط به من القا کرده. اما من نمیخوام تو دست محیط باشم، من نمیخوام مقبون شرایطم باشم، من نمیخوام شرایطم قصه زندگی من رو نقل کنه، یه خودم میخوام نقل کنم. امروز یکی از بچه ها پیش از اینکه بیایم کلاس، اونجا تو حال که نشسته بودیم و چیزی میخوردیم، گفت استاد شما استاد معرفت و مرامید. من یه بار سکوت کردم، بعد سکوت کردم و این لحن بیان ایشون رو مزه مزه کردم، خندم گرفته بود، گفتم تا حالا اینقدر خوشحال نشده؟ یعنی گفت شما اند مرامید مثلا. حتی ایشون خب محبت دارن، حسن زن دارن، ولی بالاخره اینطوری دیده میشه. من دارم ابراز میکنم خود رو شفایی، ایشون هم اینطوری میبینه، دیده میشه حالا من هرچی هستم. نمیخوام اون قصه رو شرایطم نقل کنه، محیط نقل کنه، میخوام خودم نقلش کنم، بهاش هم میپردازم هر چی باشه، فعلا که بهایی نداره، تازه وضعم هم خوب میشه روز به روز. ولی اگرم خراب میشد باکی نبود، من راه دلم رو میرم. یادم میاد اولین سخنرانی که توی مسجدی بود، به طرزی اسفناک اجرا شد. قرار بود من یه سوره کوتاه از قرآن کریم رو، سوره حمد رو تفسیر کنم. خلاصه همه جمع شدن، ما نگاهی کردم به این جمع و هرچی بیشتر نگاهشون میکردم بیشتر میترسیدم، قلبم بعد خون اومده بود، خودم نمیدیدم که چقدر سرخ شدم، ولی حرارتش رو احساس میکردم، حرارت چشمام از هدفه زد بود روی یک. هرچی بیشتر این جمع تعجب میکرد، من شرمنده و سرفکنده تر میشدم، حالم بدتر میشد. من متعجبم چرا سکته نکردم، چون ضربان قلبم از 170 خورده ای که قهرمان دوی ماراتون جهان تپش قلبش میرسه به اون مرحله گذشته بود، ولی من باز زنده بودم. زدم زیر گریه، گریه بازه با زار زار زار، هیچ نمیتونستم حرف بزن، آوردم دادم من. خلاصه زیر بغلم رو گرفتم، منو بلند کردم بردم کنار، تکیه دادم به دیوار، زار زار با صدا، حالا ساکت شد.
یکی همین گفت صلوات بفرستید، همه صلوات میفرستادن، صلوات میفرستید، میفرستادن، بفرستید، صلوات میفرستادن، تموم شد. بعد پشت سر ما چی گفته بودم؟ عجب عارفیه این. گریه همونشو بریده بود. که اصلا وای وای چه اعتباری من پیدا کردم تو من اون محل. یعنی همینطوری فقط مونده بود بیان پیرهن و شلوارمون رو درارن تبرک ببرن. چقدر جدی؟ یه پارچه نور، یه پارچه نور. ولی هیچی، هیچ. تاب 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 دوره دارم همه کم یه صلوات میفرستدن دوره یه اولی سخنرانی هم بود. وضع شما از من خیلی بهتره دیگه، اونطوری شما نمیشید دیگه. حالا ببینیم میشید یا نه، ولی قطعا نمیشید. خیلی وضع خراب بود، خیلی. دومیش از اولی بدتر. اینایی که توی این محل ما رو شناخته بودن و اعتباری از این قائل بودن برای ما، ما رو به یه محل دیگه در معرفی کردن، اونا ما رو دعوت کردن. رفتیم به مناسبت ایامی، رفتیم اونجا تریبون گذاشته بودن، تریبون بود، بعد ایستاده صحبت میکرد، رفتیم با ایستادیم این همه آدم نشسته رو دهان خشک خشک خشک، نمیتونستم یک کلمه بگم. آب آوردن، آب رو میتونستم بخورم، آب پایین نمیرفت، هر چیزی رو با آب پایین میرفت، خود آب پایین نمیرفت. باورتون نمیشه این آب که با لیوان میخوردم از این و میریخ پایین. بعد یه پیرهن توسی تیرم تنم بود، آب که میریخ روم خودشو نشون میداد، بدتر میشد. یعنی استون فیس، صورت سنگی، همینطوری. به یاد سخنرانی اول افتادم که این رو گفتم. بعد گفتم چه بگویم؟ همین اینو تونستم بگم. گفتم چه بگویم که به مناسبت خاصی بود، همه یهو زدن زیر گریه، زار و فلان. بعد اومدم ما رو بودن نشوندم باقلوا و اینا، روم باز شد. من اون چه بگویم زبونم باز شد، شدم پرروترین آدم روی جهان. دیگه از من پرروتر شما هیچ جا پیدا نمی کنید. حالا بی تربیت این جای خودش، از تربیت من نداشتم، هیچ وقت نداشتم پر رو، چون بازتاب یه جمله خودم رو دیدم. چه بگویم که ناگفتنم بهتر است. بله ممکنه شما هم در تأثیر ترس ها و در تأثیر خجالتتون نتونید خود رو ابراز کنید، اصلا مهم نیست. بدونید که این آغاز یه روند خوبه، یه روند در پیش گرفتید، خوبه. این آغاز یه راهه، یه راهی که پر از مناظر تماشاییه. خود رو ابراز کنید، خود رو بسازید. یعنی یه صخره خام هست، سنگ، که حالا شما میخوای تندیسی از خود بتراشید، با همین زبان، زبان ابراز کنید خود رو هر جا که هست. حالا میرسیم یه جایی از بحث به این که سریمونیال سپیچز،
یا سریمونیال اسپیکینگ ما داریم که به مناسبتی شما رو دعوت کردن. مثلا مناسبت چیه؟ مناسبت عروسیه. مثلا دعوتتون کردن به شامی، به نهاری، دعوت کردن شما رو. اونجا بلند شید، یه نگاهی کنید به اون چه سر میز هست. بالاخره میزبان زحمت کشیده. یه چیزی بگید کوتاه، یا بلند نشید همونجا نشسته. یه چیزی بگید قبل از اینکه شروع بشه. یه تشکری. چیزی گفتید. کاری انجام دادید. فضا رو عوض کردید. شما عوض کردید. حس این آدم ها رو که دور میز جمع شدن یا دور سفره به واسطه کلام شما عوض شده. خیلی خوبه. نه؟ سریمونیال اسپیچه. سخنرانی های خیلی کوتاه. حرف بزنید، حرف بزنید، حرف بزنید. خواهد آمد زمانی که شما الالعبد دیگه سکوت خواهید بود. فرصت حرف زدن نخواهید داشت. الان فرصت حرف زدن دارید. حرف بزنید. زبان باز کنید. شرایط من منو تو خودش مچاله کرد بود که تو حرف نزن. گفتم من به هر طریقه، به هر طریق ممکن باید بپرم بیرون از چنگ این شرایط. من نمیخوام مقبول شرایطم باشم. پریدم بیرون و شروع کردم به حرف زدن. شروع کردم به نقل قصه زندگی که البته الان هنوز داره نقل میشه. اونطور که دوست دارم نقلش میکنم. دنبال دل خودم هستم و قصه‌ام رو اونطور که دلم میخواد نقل میکنم. ممکنه شما بگید که شاید قصه ما رو دیگران باور نکنن. مهم نیست. شما قصه خودتون رو دوست داشته باشید کافیه. دوست داشته باشید. یعنی شما بگید من این قصه رو خوشم میاد. از این قصه خوشم میاد. کافیه. اگر شما از قصه‌ای که دارید با این بازیتون، با این زندگیتون نقل میکنید خوشتون بیاد، دیگران چاره‌ای ندارن جز این که قصه زندگی شما رو باور کنند. اینم خبر خوش. یعنی شما رو یه اون میشناسن، اونی که دارید نقل میکنید. بنابراین نترسید. شما یه موهبتی دارید که میشه گفت با ارزش‌ترین موهبت زندگی شماست. Your voice، صدای شما. این صدا باید شنیده میشه. تو این هستی تنین بندازه. بذارید شنیده شه. آخه میدونی من خجالت میکشم. نمیترسم. نه خجالت بکشید، نه بترسید. این دو احساس رو بذارید کنار. ترس و خجالت رو بذارید کنار. برای همیشه. چون این دو احساس دزد زندگی شما هستن. میان که با ارزشترین موهبت زندگیتون رو بدزدن. این دو احساسه که ترس، یکی خجالت. هر چه میخواهید کاری انجام بدید، ببینید تحت تأثیر ترس و خجالتید که این کار رو میخواهید انجام بدید یا انجام ندید، یا تحت تأثیر اشتیاق روح خود هستید. میگید این اشتیاق روح منه، من به اشتیاق روحم پاسخ میدم. من واکنشی به ترسم نیستم، من واکنشی به خجالتم نیستم.
من عین اشتیاق روحم هستم. اشتیاق روح شما آشکار میکنه خود رو. این اشتیاق قشنگه، جذابه. ترس زشته. نه اینکه ترس زشته نترسیده، خود ترس زشته. خجالت زشت خودش. نبود این دو زیباییه، آدم رو زیبا میکنه. اون دوست ما که با حضور خودش تو زندگی من تأثیری تعیین کننده گذاشت، به خاطر زیباییش بود. زیبایی، زیبا بود. چرا؟ چون در وجودش ترس و خجالت نبود. خیلی زیبا بود. یه بار یادم هست رفته بودیم کوه، بچه ها موقع دانشجو ها و غیر و خیلی بود، پیش از انقلاب بود، رفته بودیم کوه. خب توی این گروه هم دخترهای زیادی بودن، مثلا 20-30 تا دختر بودن. خب 20-30 تا پسر بودن. این 30 تا دختر همشون جذب این شده بودن. اگر شما او رو میدیدید میگفت نه این زشته مثلا، البته اگر میدیدید میگفتید زیباست. تا میخوام بگم که به لحاظ ظاهر اگر میخواستید قضاوت کنید میگفتید نه، اینکه جورج کلونی نیست. معیار ما جورج کلونیه. اینکه مثلا دیکاپریو نیست، معیار ما دیکاپریوست. ولی اونایی که او رو میشناختن او رو زیباتر از دیکاپریو میافتند، زیباتر از جورج کلونی میافتند. تمام این 30 تا دختر مجذوب این بودن. یکیشون به طرف بچه پسرهای دیگه جذب نشد. همه مجذوب زیبایی این بودن. زیبا بود، دوست داشتنی بود. ترس و خجالت آدم رو زشت میکنه، هم زشت میکنه، هم خود ترس زشته، هم خود اون خجالت زشته. چرا؟ چون کارشون دزدیه. دزدیه چی؟ دزدیه زندگی. اینا میان زندگی شما رو بدزدن و زندگی شما چیزی جز وایس شما نیست. شما فقط وایستون دارید، هیچی دیگه ندارید. این کالبد چیه؟ کالبد 98%ش آبه، آب بی مصرف. ما وقتی میمیریم 98%مون فوری تبخیر میشه، 2%مون میمونه. ما یه روز رفتیم گوره بابای یکی از دوستان رو شکافتیم که برش داریم، چون پسرش پولدار شده بود، ببریم امامزاده طاهر چال کنیم. اونجا یه قبر خریده بود 500 میلیون. یه اون بعضش خوب شده بود، نمایشگاه اتومبیل و فلان و بهمان، آژانس املاک و غیره. بعد رفتیم، غروب بود، یه قبرستون کهنه یه جایی دور افتاده، محله فقیر فقیر، قبرستون کهنه. از کارگرم بردیم شکافتیم. مثلا باباش خیلی وقت پیش فوت کرده بود دیگه. میگفتم مثلا من 6-7 سالم بود بابام فوت کرد، الان مثلا حدود 60 خورده ای سال داشت، پولدار شده بود. بعد قبر رو شکافتیم، میکندیم، چیزی از بابای اون پیدا نمیکردیم، هیچی نبود از باباش اونجا. 98%ش که اون درجا تبخیر شده. دنبال اون 2% من بهش میگفتم بگرد. این ناراحت بود که پدرم کجا نزد. شنیده بود یه جایی مثلا یکی مرده، از قدیسین بوده جنازهش، مثلا بعد از چند قرن هنوز تازه بوده، رفتن کندن دیدن بدنش گرمه. قصه ها رو باور کرده بوده. پدرم مرد خوبی بود،
قطعا جنازش باید همونطوری گرم مثل روز اول مونده باشه. گشت میچی چی چی نبود. هرچی گشت. بعد دلم برای این سوخت. منم پریدم توی قبر، این چراغ قوه موبایل رو روشن کردم. گشتیم قبرم هی گودتر میکردیم. از یه طرف رسیده بودیم به قبره دیگه. یه سراخ میشد این دیواره قبر، بیرخی قبره دیگه. گفتم اون بر نرو، اون ممکنه مادره یکی دیگه باشه، شاید هم بابات شد رفته اونجا. ولی به هر حال پدر پدر سوخته این دوست رو اینجا ما پیدا نکردیم. یه تیکه نایلونی چیزی دیوار بود. من مثل این باستان شناس رو گرفتم و کشیدم بیرون. یه چیزی مثل این انگشتانی که انگشت زخم میشه، پلاستیک هایی که میذارن که مثلا میرن دوش بگیرن. نه این پلاستیک ها که میکشن، یه چیزی مثل کاندوم یه رو کشیدم همون بود. اون آوردم گفتم که این فقط هست تو قبر. اینا واقعا شاد بود، شاد همین چیزا بود. شاید مثلا در همون حال سکته کرده بوده که بچه بود که پدرش مرده. معلوم نیست. مثلا میگفت پدرم سه تا زن داشت، شاید یه جایی بوده پیش یکی از بانوانش بوده، نمیدونم. ولی این ترم اینا ما برده بودیم که اون چند درصد پدرش رو بذاریم توش. هیچی پیدا نکردیم. همون کاندومه رو گفتم بذار بیریم. جزوه چیزاییه که تو طبیعت جذب نمیشه، پلاستیک مونده بود. گفتم بعدش بردیم و همونجا اون تو قبر نصفت میلیونی اون ترمه رو خوابوندیم کف اون قبر رو. الان یه سنگ نمیگم حالا چه شکلیه که برید پدر قبر پدرمون رو، ولی اگه بدونید اون قبر با شکوه که اون خریده، سنگش از اسپانیا آوردن، سنگ مشکی، بعد لباهاش رو داده حکاکی طلایی، خیلی طلا کوب فلان، باورتون نمیشه. این چند میلیون پول اون سنگ رو فقط داد، چند میلیون یک چیزی ساخته اونجا، در اونجا چیزی جزی کاندوم پوسیده دفن نیست. بعد منو برد رستوران، بعد از اینکه بقالای پدرش رو دفن کردیم، منو برد رستوران شام، با من عهد بست، گفتش مسیحا فقط یه خواهش دارم از تو، تو که اند مرامی این رو جایی نقل نکنم. چون دوست من دیگه، من قول دادم که نگم و نگفتم واقعا به کسی که حالا پدر او هم ابراز شد. خب دوره خوبی رو شروع کردیم، دوره ای که در اون ماه میریم تا خود رو بسازیم، گویی که از صخره بزرگ میخواییم تندیسی بیافرینیم. بنابراین با حسی آرتیستیک، هنری، زیبا شناسانه میریم به سر وقت خودمون. قصه‌مون رو به قشنگ ترین شکل، به جذاب ترین شکل، به پرهیجان ترین شکلی میخواییم نقل کنیم. بنابراین باور نمی کنیم اون قصه کهنه رو، که ما ترسوییم، ما خجالتی هستیم، ما چیزی برای بیان کردن نداریم، ما کجا، این حرفا کجا، ما که چیزی تموم شد. به قول اون حکیم باشی، مگه
ما حرفی واسه گفتن داشتیم؟ مگه ما چیزی بودیم؟ در ابتدا سکوت بود، در ابتدا هیچ نبود. گفتن همین حرف سکوت را شکست. خود را ابراز کنید، سکوت هستی خود رو میشکنید. یعنی چی؟ یعنی آشکار میشید، پیدا میشید. شما چیزی جز اونی نیستید که پیداست. اونی که اکنون پیداست پیدای شرایط و محیطشه. شما حالا میخواید خود رو اون شکلی که دوست دارید آشکار کنید، هویدا کنید، پیدا کنید. ما چیزی نیستیم جز قصه ای که نقل میکنیم از خودمون. ما همون ماهیتمون هستیم. ما ماهیت خود رو انتخاب میکنیم. بین همه این حیوانات که ماهیتشون از همون بد و تولدشون فیکسه، مشخصه که اینا چیان کیان تا آخر همونن، ما تنها حیوانی هستیم که میتونیم انتخاب کنیم چی و کی باشیم. ما خودمون رو انتخاب میکنیم. حالا که بر سر دوراهی انتخاب قرار گرفتیم، برای اینکه درست انتخاب کنیم و گام بذاریم در راه دلمون، باید از ترس ها و خجالتمون بگذاریم. برای این ترس ها و این خجالت سرمایه گذاری ها شده سال های سال. مهم نیست، اونا را هم نادیده بگیرید. خود رو ابراز کنید. در ابتدا هیچ نبود، در ابتدا کلمه بود، کلمه خدا بود، کلمه آفریننده است، کلمه شما رو می آفرینه. آفرینشی از جنس آفرینش هنری، مثل آفریدن تندیسی از سنگ خام. این دوره، دوره‌ای که قراره به شما همین بصیرت رو ببخشه، و اگر شما همین نکته رو دریابید، بی‌تردید دریابید. قول سعدی، دوستی میگفت من مطمئنم که تو یه بیت هم از سعدی حفظ نیستی. من یاد اون دوست افتادم، همون بیتی که اول جلسه خوندم هم از یادم رفت. و دشنام همی دهی به سعدی، من با دولب تو کار دارم. متشکرم.